وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در یک نشست با حضور دیپلمات‌های خارجی مقیم دوشنبه و رسانه‌های بین المللی واکنش‌ها را به قانون نوی جشن و مراسم تنقید کرد و اغوا انگیز نامید. ما بسیار متاسفیم که وقت‌های آخر از جانب گروه‌های تخریبکار و تفریق انگیز در بعضی مناطق جهان که پیشرفت و شکوفایی کشور ما را نمی‌پسندند اظهار عقیده و حتی عملکردهای ناسالم صورت می‌گیرد. اما در اصل حکومت جمهوری تاجیکستان برای حفظ اصالت فرهنگی و تمدنی و تاریخ کهن‌بنیاد خود با مردم کشورمان توصیه می‌دهد که از تقلیدکاری و بیگانه پرستی و ضایع پرستی باید دست کشید و قدر امکان از لباس ملی استفاده نمایند. برخی از ملاهای نزدیک به گروه تندروی طالبان در افغانستان این قانون را دستور منع ستر و حجاب عنوان و به جهاد ضد تاجیکستان دعوت کردند. اتحاد جهانی علمای اسلام نیز از این قانون انتقاد کرد. اما رئیس شورای علمای تاجیکستان در نشست گفت این نه محدود کردن آزادی های دینی بلکه چاره های تاجیکستان برای پیشگیری از افراط شوی است. یعنی همه حاضری و همه کورپس های دیپلماتی خوب میتونند که در کشورهایشون یعنی لیبوس ملی پولیبوس ملی میدیارهای شرعی رعایت می شود و دینی مبینی اسلام کدام نمودی دوخت رنگ یا نمود یا مود معین کردگی نیست برای صدر برای زن مسلمان. مقامدارانی تاجیکستان می گویند برای حفظ ارزش‌های ملی و کم کردن خطر گروه‌های افراط‌گرا دولت برخی از رسم و عادات شهروندانش را تنظیم می‌کند که این خلاف ارزش‌های دینی و عمومی بشری نیست. قانون جمهوری تاجیکستان هم در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند هم در باره تنظیم علنا و جشن در باره تنظیم جشن مراسم با پررگی مطابق به طلبات ارزش‌های دینی مبینی اسلام مطابق به طلبات ارزش‌های ملی خلق تاجیک می باشد. برخی تحلیلگران می گویند که خوب است تاجیکستان در این مکالمه را باز کرده است، اما برای حمایت از موقعش تلاش های کافی نمی کند. این کار خوب، لیکن آنها باید که باز یک قدم به پیش روند. یعنی این بریفینگ نه فقط برای آن که به شما یک معلومات دادن در کار، این بریفینگ کردن آسان، مهمترین چیز که چند ساختار با هم دیگر کار کنند. حکومت تاجیکستان هدف طرح نوی قانون مسئولیت در تربیت کودک و تنظیم جشن و مراسم را حفظ ارزش‌های ملی و پیشگیری از افراط‌گرایی می‌داند. اما برخی فعالان و شهروندان می‌گویند هدف بیشتر پوشش اسلامی یا به اصطلاح ستر حجاب است و دخالت دولت در کارهای شخصی مردم. مخالفان این قانون‌ها تنقید می‌کنند که حکومت به واسطه این قانون به زندگی، جیب و از نام و نسب تا به مساحت دسترخوان و گور و چوب مردم دخالت کرد.